بک ایکسیری پرو رو می‌بینید داخل کابینش رو، قرار توسط کرمان موتور به بازار عرضه بشه. یک موتور 1500 سی‌سی تنفسی 16 سوباب به قدرت 102 اسب بخار و 140 نیوتن متر گردشوار در ترکیب با گیربکس CVT قراره که این خودرو با وزن 1200 کیلوگرم رو به حرکت در بیاره. ضرب و تفریح سرانگشتی بکنیم میبینیم که وزن زیادی هست، مخصوصا گیربکس CVT رو این خودرو و 102 اسب بخار بعید میدونم که بتونه کار خاصی برای این خودرو انجام بده. احتمال موندن تو سربالایی و شروع حرکت رو مخصوصا در سربالایی و هوای گرم باید داشته باشیم ما این خودرو. نکته مثبتش اینه که خب تنفس طبیعی مشکلات خودروهای توربو شارژر رو نداره، احتمالا ECU کمتر محدودش میکنه با بنزین ایران و شرایط آب و هوایی ایران. یک کراس اوور جمع و جوره که کیفیت میتونم بگم تقریبا پایین ترین کیفیتی رو داره که من در خودروهای چینی دیدم. داخل کابینش بیرونش رو هم با هم دیگه صحبت میکنیم. امکانات خب کنترل کشش، کنترل پایداری و همونجور گفتم گیربکس اتوماتیک CVT، سنسور دندقب، سنسور جلو. امکاناتش میتونم بگم در حد پایین ترین امکاناتی است که خودروهای چینی که در داخل ایران وارد شدن داره و عطا از خودرو ایرانی مسلما این امکانات بیشتره. بریم هم دیگه بیرون خودرو رو هم ببینیم. همینجوری که می‌بینید ظاهر بک ایکس‌سری پرو یک کراس اوور جمع و جور یسی در کلاس MVM X22 پرو مدیران خودرو، اما نکته که وجود داره اینه که وزن این خودرو 1200 کیلوگرمه، موتور تنفسی 1500 سی‌سی می‌تونه 102 اسب بخار قدرت و 140 نیوتن متر گشتاور تولید بکنه و گیربکسش هم CVT. به خاطر همین من اصلا فکر نمی‌کنم خیلی چیز پرشتابی باشه. همین تارا رو هم اگر در نظر بگیرید یا شاهین رو یا هر خودرویی که وزنش حدود 1200 تا 1300 کیلوگرمه، وقتی موتورهای 110-15 اسب بخاری با گیربکس 6 سنته AT هم روشون قرار میگیره اصلا توانای حرکت خوبی ندارن، پرشتاب نیستن و میشه پیش بینی کرد که این خودرو با گیربکس CVT و یه وزن بیشتر و قدرت کمتر احتمالا تو جاهایی که ما نیاز داریم مثل سربالایی یا که یه مقدار سریع حرکت بکنه احتمالا جا میمونه. همین الان هم MVM X22 پرو که رقیب مستقیم این خودرو میشه، مردم خیلی از گیربکس اتوماتیکش شاکی هستن، میگن که راه نمیره، اما گیربکس دنده‌ایش رو بیشتر میپسندن. برخلاف یه سری از خودروهای چینی دیگه که اومدن تو ایران، برخلاف بیشترشون اصلا هیچ پلاستیک نرم و فوم نرم اینجا استفاده نشده، هر جوری که دست میزنین کاملا سفته. خب طراحیش طراحی خوبی انصافا، قشنگ یه سر و گردن که چند از کنم چند سر و گردن از خودروسازان داخلی جلوتر طراحیشون، اما کیفیت به شدت پایینه. یعنی میتونم بگم که از نظر من حداقل‌ها رو هم پاس نمی‌کنه یه همچین پلاستیک خشک و سفتی و حتی بوش داره منو الانی که تو سایه پارکم اذیت می‌کنه و کاملا میتونم پیش بینی کنم که اگر چند ساعت تو آفتاب پشت نر پارک باشه بوش خیلی بد بشه و آزاردهنده بشه. در کل من اصلا از کیفیت به کار رفته در داشبورد خودرو خوشم نیومد، اما بد نیست طراحیش. مثلا اگه بخوایم مقایسهش بکنیم با خودروهای ایرانی واقعا طراحی بهتری داره. همونجوری که گفتم کیفیتش اصلا خوب نیست، کیفیت داخل کابینش. طراحیش هم همونجوری که می‌بینی یک کراس اوور کوچیک و جمع و جوره، ارتفاع نسبتا خوبی داره، رینگ‌های 16 اینچی داره این خودرو، اما رنگش رنگ روغنیه که من اصلا خوشم نمیاد. کاش که حداقل رنگش اومدن یک رنگ متالیک به این خودرو می‌زدن. در مجموع میتونم بگم اگر توان حرکتی خوبی داشته باشه، یعنی مثلا بتونه یه چیز در حد پژو 208 تیپ 5 باشه و حداقل آدم رو جا نذاره تو جاده، یعنی شرایطی که تهویه شما روشنه، سه نفر سرنوشتی تو خودروتونن و به یه سربالایی میرسین، قرار نباشه مثل یه سری خودروهای دیگه چند ثانیه صبر کنید تا خودرو حرکت بکنه و وابمونه، میتونم بگم میتونه گزینه قابل قبول باشه. هرچند که همچنان باید اینو در نظر بگیریم که یک محصول شکست خورده و تمام شده در کشور چینه. خب اینجا میتونین جلو پنجره کروم کاری شده خودرو رو ببینید. به هر حال چینی‌ها تو این سال‌ها تو طراحی ظاهری و داخلی پیشرفت خوبی کردن و حتی در خودروهای درجه چندم و ضعیفشون هم میتونین طراحی نسبتاً مناسبی رو ببینیم. هرچند که الان اگر بذاریمش بغل خودروهای جدیدتر چینی دیگه طراحیش کاملاً از مد افتاده به نظر میرسه. چراغای خودرو هالوجنیه، اینجا میتونین جلو پنجره کروم کاری شده
با این المان‌های عمودی رو در این قسمت ببینید، به هر حال نمای جلوی ساده‌ای داره. همونجوری گفتم به نظر من ام وی ام ایکس 22 پرو جذاب‌تره، اما از جک استیری به مراتب طراحیش بهتره. خب بغل خودرو هم اینجا میتونید آینه‌های فیبر کربن رو ببینید که من اصلا با استفاده از اینو المانا به شدت مشکل دارم، اینکه فیبر کربن رو بیاریم بزنیم روی همچین خودروی ارزون قیمتی. هیچ کجای دنیا، هیچ برند مطرحی تو دنیا همچین کاری رو انجام نمیده. رینگ‌های 16 اینچی رو اینجا میتونید ببینید و لاستیکای کموهای جالب چین زیر اکثر خودروهای خودش داره لاستیکای با کیفیت کموهای استفاده میکنه، برعکس خودروسازای ما که دارن از باره زیاد لاستیکای این تی پی استفاده میکنن. و اینجا میرسیم به نمای بغل خودرو که یه چیزی دقیقاً مثل جک استری میمونه، یکم وضعیتش البته بهتره، یه مقدار هماهنگیش بهتره. و به نظر من نمای عقب خودرو که من فکر می‌کنم جذاب‌ترین بخشش باشه، من از نمای عقبش خوشم اومد وقتی مقایسه‌اش می‌کنم با یه چیزی مثل ام وی ام ایکس 22 یا جک استری، احساس می‌کنم که نمای عقبش خیلی شیک‌تره. اما به هر حال یه خودروی چینیه و اونجوری که مدلمون می‌خواد قابل اعتماد نیست. بیاد به بازار ببینیم چه اتفاقی براش میفته. پلاستیکی که در این خودرو استفاده شده پلاستیک خیلی خشک، خیلی سخت و میتونم بگم شاید یه چیز در حد کویک یا پژو 206 یا حتی پایین‌تر از اون باشه. و اینجا این پلیسا رو نگاه کنین، کیفیت فاجعه بار قالب‌گیری رو میتونید اینجا نگاه بکنید و برای همینه که الان دارم نگاه میکنم متوجه میشم که این خودرو در چین به شدت شکست خورده. میانگین تونسته ماهی 700 تا دونه بفروشه در سال 2022 و در سال 2023، یعنی در طی 2 سال، و آمار فروش زیر 6000 دستگاه برای یک خودرو در چین یک شکست به تمام معنا محسوب میشه، چه برسه برای خودرویی که 700 تا فروخته. اما خب چینی‌ها نگران این چیزا نیستن، طراحی میکنن، تولید میکنن، اگر فروغ که فروغ، اگر نفروغ میدن به کشور ما. به خاطر همینه که در کشوری مثل چین که بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره فقط 700 نفر رفتن سراغ این خودرو در ما، اونم قیمتش با قیمتی که حدوداً 500 میلیون تومان خیلی قیمت پایینی داره، در حد پژو 206 است در ایران. و خب در نهایت هم فروش این خودرو و تولیدش متوقف شد در چین.